سری کارهای نشاندن جالبی که اخیرا مد رفته یه که بعضیا میان افرادی که استعداد سر کار رفتن و اسکول رفتن به درن ره سر کار میذارن و اسکول میکنن، که این کار البته در جاهای یک مقدار شاید مثلا بانمک باشه، ولی وقتی که مثلا منجر به متوهم رفتن و افراد مره خب کار جالبی نیست، و باز وقتی که دیگه خطرناک مره دیگه خیلی کار زشتیه. مثلا شما نگاه کنین یک عده‌ای با توجه به اینکه اسم دارقوزآباد مثلا در لفظ مثلا ماها زیاد تکرار مره و اینا، آمدن ای نتانیاهو رو سر کار گذاشتن، یک چند تا عکس از قالیشویی برش فرستادن که این مرکز نمیدونم چی اتمیه. ای بابا اون از عکسای ماهواره نگاه کرده، قالیای لوله رفته رو نگاه کرده، گفته این موشک و پوشک و اینایی که خب در سازمان ملل باعث خنده و خاریشنگ به آقای نتانیاهو رفت که هیچ مسئله ای نیست، منتها بعضی از ظاهرا حقوق بگیرا یا طرفدارای ایشون که در رسانه‌های خارجی هم تحلیلگر سیاسی هستند خیلی خب ناراحت رفتن و یه روزا جلز ولز میکنن، که حالا به نظر ما دوستان نکنن این کارها رو دیگه. درسته که این نخست وزیر یک رژیم کودک کش و جنایتکاریه، ولی خب نظر به این که هر چیز خندداری هم اینا بگن جدی گرفته میره زیاد جالب نیست. اون برای مردم دارقوزآباد هم خوب نبوده، هرچند که حالا امیدوارم با توجه به این حرفا و این پوشش رسانه‌ای به گردشگریش ها کمک بکنه. ولی موردی که ما بخوایم امروز بهش صحبت کنیم راجع به آقای کریمی قدوسیه که ایشون نمیدونم والا بلاد ما نمیدونم ایشون چجوری نماینده مشهد رفت، ولی خب حالا به هر حال به اسم نماینده مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی این توییت ایشون رو نگاه کنه. خب اگر نتونستن بخانن مبرتا ما خانم با ذکر توضیح که توییتر یک جاییه که برای مردم ممنوع فیلتره، ولی ما نمیدونم آقایون ارزشی ها و سران نظام و اینا چرا همش توییتر دارن. توییت ایشون رو برتا ما خانم نگاه کنین. محمد خاتمی یکی از مهره های برجسته فتنه 88 در آن ایام جهت جلب حمایت سعودی برای نامزدی میر حسین به ریاض می رود و با ملک عبدالله دیدار می کند. در آن جلسه ملک عبدالله خطاب به خاتمی می گوید چرا ایران در منطقه و کشورهای عربی فعال است؟ می خواهید دستور بدهم ایران را روی سرتان خراب کنند؟ علامت سوال. بعد توییت بعدی خاتمی در پاسخ می گوید اعلی حضرت ها در صورت رأی آوردن ما از هر کجا که امر بفرمایید خارج می شویم. 3 نقطه. یک دنه اینتر یا سطر بعدی چون این مواضع بزدلانه ای باعث جرأت بخشی به گروهک های تروریستی شده است. یعنی گودرز به شقایق ربط داد که مثلا اصلاح طلب ها رو بکوبه. حالا ما کاری ندارم اصلاح طلب و اصولگرا و فلان و اینا اصلا هیچ بحث نیست، ولی یعنی یک آدمی که مثلا خیر سرش نماینده مجلسه باید یک چیزی بگه که شما اگر استعمال کنی به بز به جنگ گرگ بره. شما بعد اسم ما یه که ایشون نماینده ماه، یعنی شما ببینید مشهدی بودن چه مکافاتی داره. یکی بیان بزنن امام جمعت که اجوری، یکی رو بزنن تولیت آستانقدس که باز دوباره اجوری، یکی هم بزنن نماینده مجلس که اجوری. نگن رفتن رای دادن دوستان، ما بینا رای ندادیم همون دوره انتخابات هم. شما هم تو کانال ما هم که نگاه بکنین 100 بار گفتیم بابا این انتخابات اینقدر دستکاریش نکنین، این شمارش آرا نمیدونم اختلاف پیش اومده اینا، دوباره شورای نگهبان ایشونو فرستاد به مجلس با دستکاری در انتخاب. یعنی ببینید یک بار قبلش رد صلاحیت میکنه شورای نگهبان، یک بار او وسط هول میده، یک بار آخرش در رأی ها دستکاری میکنه، یک بارم که مثل جریان اصفهان و اینا اگرم طرف رأی آورده باشه رأیش باطل میکنه. مونم تو مثلا چه رأی گیری میره؟ همین آقای کریم قدوسی رو خودت هم گذاشتین یک جایی، بهتر از این بود که خودت ها بذارین یک جایی بگین ما گذاشته میشه اونجا، ما نذاشتیم دیگه. خلاصه میخوام بگم که اولا ما همینجوری هم برای شما نقل نکردیم، یک روزی ساب کردم که بگن این شوخی بوده، بعدم نه جنگالی جدی بوده، باز یک روزی ساب کردم که بگن نمیدونم توییتر ایشون هک رفته، که دیدم نه ایشون خیلی با افتخارم اعلام میکنه خودم این توییتر انجام دادم. بعد رفتم
یک چند تا از این بروچه های سابق رفقا رو که متاسفانه درگیر یک سری مسائل رفتن و دیگه صنعتی و سنتی و همه رو با هم میزنن از زیر جوب و ته پارکا پیدا کردیم، این توییت نشون شد دادیم، کلی حیرت کردن، گفتن این دیگه از بحث ما خارجه، ما در این حد قاطی نکردیم هنوز، یک 10-15 تومانی هم ما رو تیغ زدن اشکال نداره. رفتیم پیش انجمن روانپزشکان گفتیم بابا این همچی بیماری شما داشتین، گفتن این از بیماری اونا کارش گذاشته، هر کی هست خود تار سعی کنن از دمپرش نجات بدن. رفتیم اتحادیه مشنگان رو پیدا کردیم، گفتیم آقا این آقای جوریه، گفت ولو بلا ما همه جور مشنگ داشتیم، این جوریش نداشتیم. بعد اونا حد زدن گفتن کریم قدوسیه، ما گفتیم جوادش هایه. خلاصه میخوام بگم باز بعد دیدم یک عده از این براندازا وردشتن استناد کردن به این حرف که ببینن خاتمی جوریه، حالا هیچ کم نه خاتمی، اون مثلا اون آقای نتانیاهو رو میخواستن دست بنزن یک سری از بچه ها هیچ جانه و دارقوزاباد رو بهش آدرس دادن، اینا هم هیچ کی نه و خاتمی، یعنی دیگه حالا بماند اونایی که شما گفتین نظر ما به نظرش نزدیکتره و فرستادیم به ریاست جمهور اونا بهش هم بخوره، ولی به این بابا نمخوره، حالا خوبه بعد چه کار نده. یکی دوستان میخواستم بگم در سر کار گذاشتن افراد متوهم، حالا چه مثل استاد استاد بستان به بعضی از فیلمسازا، چه عکس قالیشویی رو فرستادن برای نتانیاهو، و چه داستانای خیلی خیلی اجورکی رو برای آقای کریم قدوسی جوادشا تعریف کردن، یک مقداری احتیاط کن دوستان، چون این شوخی ها یک بار میده جدی میره. شما در سال 83 و 84 اگه یاد تا باشه وقتی ما گفتن احمدی جان میخواه برای ریاست جمهوری کاندیدا بره، همه میخندیدن، بعد دیدن که او خنده ها و اینا یک 8 سال مثل اره در ما گیر کرد. ایه که در مجموع احتیاط کنن، خدا هم خوش نمی، حالا گیریم اصلا هیچ ضرری هم که نداشته باشه دیگه، یک عده ای ایجوری رفتن دیگه، ای شما بیان برای که بیشن دور هم بخندن ایجوری کنه و به خصوص با آبروی ما مشهدی ها بازی کنن درست نیست.